بیایم شریان هایی که داره میادش روی ساعد رو بررسی کنیم و ازش برانچینگ بگیریم. همونطور که داریم میبینیم این شریان براکیال میاد تا نزدیک گردن استخوان رادیوس که میرسه به دو شاخه تبدیل میشه. یک شاخه شریان اولنار هست که قطرش بیشتره و یک شاخه در امتداد شریان براکیال هست به نام شریان رادیال. اول میرم سراغ شریان اولنار. شریان اولنار در قسمت پایین مسیرش وقتی که داره میاد، وقتی که میرسه به زیر عضله پروناتور کوادراتوس، یعنی اینجا به زیر عضله پروناتور کوادراتوس که میرسه، ازش یه برانچ میگیرم به نام پالمار کارپال. میام یکم پایین‌تر و یه شاخه دیگه ازش میگیرم به نام شاخه دورسال کارپال، که دورسال کارپال دور میزنه و میره پشت دست. خود شریان ادامه پیدا میکنه، میاد تو سمت کف دست و اما توی کف دست میاد این لندمارکامو نگاه میکنم، این استخوان پیزی فرمه و این هم هوک همیت هستش. شریان رو که میبینم، میبینم ما اینجا باید فلکسور رتینا کولوم رو داشته باشیم، درسته؟ ولی وقتی شریان رو میبینم، میبینم از روی اینجا الان فلکسور رتینا کولوم هست، این تونل کارپاله. شریان از روی فلکسور رتینا کولوم رد میشه، پس یکی از عناصریه که روی تونل کارپال، روی فلکسور رتینا کولوم عبور میکنه. شریان در قسمت خارج استخوان پیزی فرم هست. میادش کجا؟ میادش تا جایی که استهوک همیت رو دارم. وقتی به اونجا که رسید دو شاخه میشه، یک شاخه عمقی میده که فعلا بهش کار ندارم و یک شاخه و خود این شریان ادامش میره به سمت کف دست و همونطور که میبینیم داره میاد و تشکیل یک قوسی رو میده که یکم جلوتر میریم و با این قوس به صورت کامل آشنا میشیم. شاخه بعدی که از شریان براکیال جدا میشه شریان رادیال هست. شریان رادیال هم به همین صورت میادش پایین و تا میرسه به زیر عضله پروناتور کوادراتوس. وقتی به زیر پروناتور کوادراتوس رسید، ازش یک شاخه جدا میکنم به نام شریان پالمار کارپال. از اینجا به بعد شریان این شکلی دور میزنه، میره پشت دست، من دیگه در سمت جلو ندارمش. ولی قبل از اینکه این دور بزنه بره پشت دست، من اینجا ازش یک شاخه میگیرم. این شاخه ای رو که ازش میگیرم بهش میگم شاخه سطحی عصب رادیال یا سوپرفیشیال پالمار برانچ عصب رادیال. همونطور که میبینیم این شاخه داره میاد به خود بدنه شریان اولنار، انتهاش وصل میشه و تشکیل یه قوسی رو برای من میده به نام قوس پالمار سطحی، سوپرفیشیال پالمار آرک. و این قوس رو همونطور که داریم میبینیم قسمت اعظم شریان اولنار هست و یک شاخه کمکی از شریان رادیال هم میگیره. یکی از اعصابی که در ناحیه قدام ساعد میبینیم عصب اولنار هست و همونجور که دیدیم از بین دو سر عضله فلکسور کارپی اولناریس اومد خارج شد. اینم همونه، عصب رو میگیرم میارمش. اولا عصب به ترتیب اگه بخوام بگم، اول استخوان پیزی فرم رو دارم و دقیقا در کنار استخوان پیزی فرم چه چیزی رو میبینم؟ عصب اولنار رو میبینم. میرم ازش برانچ میگیرم، شاخه میگیرم. میگم همون ابتدای کارش، تقریبا وسطای ساعد که میشه، ازش یک شاخه میگیرم به نام پالمار کوتانئوس برانچ عصب اولنار. این شاخه پالمار کوتانئوس عصب اولنار رو حرکتش میدم، میارم میندازمش توی کف دست. وقتی که توی کف دست میندازمش، من این دست رو اگه این شکلی نگاش کنم، میبینم که میاد و قسمت مدیال کف دست رو عصب حسی میده. پس نرو حسی اگه این شکلی بذارم، این دقیقا همینه، نرو حسی مدیال ساید کف دست شاخه پالمار کوتانئوس عصب اولنار هستش. حالا این دوتا اسلاید رو با هم نگاه میکنم.
این عصب اولنار هست، این هم شریان اولناره که در کنارشه. به ترتیب اگه بخوام ببینم، میگم استخوان پیزی فرم رو دارم، دقیقا در کنارش سمت خارجش عصب اولنار رو دارم، بعد شریان اولنار رو دارم. یک کم بیام خارج ترش، اینجا چه چیزی رو دارم؟ شاخه پالمار کوتانئوس عصب اولنار رو دارم میبینم که رو این اسلاید پالمار کوتانئوس رو ورش داشته. و اما بیام ترتیب این قسمت ها رو، اینجا ما باید فلکسور رتینا کلوم داشته باشیم دیگه، ببینم روی فلکسور رتینا کلوم به چه شکل قرار میگیره. روی فلکسور رتینا کلوم اگه نگاه کنم، این عصب اولنار هست، این قسمت مدیال، این قسمت لاتراله، من فقط برگردوندمش این شکل رو. این عصب اولنار هست، این شریان اولنار هست، این هم شاخه پالمار کوتانئوس عصب اولنار هست. همه اینا همونطور که داریم میبینیم از روی سقف تونل کارپال رد میشن. اگه دقیقا بخوام مثل این شکل بذارم، میشه این شکل. اینها هم به ترتیب، این عصب اولنار، شریان اولنار و شاخه پالمار کوتانئوس عصب اولنار رو تو این تصویر هم دارم میبینم. شاخه بعدی که از عصب اولنار جدا میشه یه 7 سانتی متر بالاتر از مچ شاخه دورسال برانچ عصب اولنار هست. دورسال برانچ عصب اولنار قطرش از پالمار کوتانئوس یه کمی بیشتر هستش و میکشه میره پشت دست. وقتی پشت دست رفتش، میاد میره سطح پستریور دست رو در قسمت مدیال نرو حسی میده. ما الان حس مدیال ساید پشت دست رو داریم میبینیم، انگشت کوچیک سمت دورسالش، سطح دورسالش به طور کامل، و انگشت ایندکس رو نصف میکنم نیمه داخلیش تا کجا؟ تا قاعده بند میدل. نگاه کنید این بند میدله، تا قاعده بند میدل رو، نرو حسیش رو همین شاخه دورسال برانچ عصب اولنار تعمیم میکنه. عصب اولنار بعد از اینکه از روی فلکسور رتینا کلوم رد شد و نزدیک هوک همیت که رسید، نگاه کنید این بعد هوک همیت دقیقا، میاد به دو شاخه انتهاییش تقسیم میشه، به ترمینال برانچاش تقسیم میشه. شاخه های انتهاییش، یک شاخه سوپرفیشیال داریم ما، این شاخه سوپرفیشیالشه، و یک شاخه دیپ برانچ داریم، این شاخه دیپ برانچ عصب اولنار هست. و اما دیپ برانچ عصب اولنار رو بیام نگاه کنم، میبینم با شاخه عمقی شریان اولنار دوتاشون در کنار هم قرار گرفتن. شاخه بعدی عصبی رو که ما در ناحیه ساعد میبینیم عصب رادیال هست. عصب رادیال رو من میشناسم، اینجا دیدمش که در جلوی اینترماسکولار سپتوم لاترال قرار داره. میادش پایین تا کجا؟ تا جلوی این، همین عصب است، تا جلوی اپیکوندیل خارجی استخوان باز. به اون قسمت که میرسه، این عصب دو شاخه میشه، یک شاخه به نام شاخه عمقی یا دیپ برانچ عصب رادیال رو ما خواهیم داشت که بهش پوستریور اینتر اوسئوس نرو یا عصب بین استخوانی خلفی هم میگیم. این شاخه پوستریور از لابلای یا از بین دو سر عضله سوپینیتور عبور میکنه. ما هنوز وارد بحث عضله سوپینیتور نشدیم، ولی اینجا عضله رو داریم میبینیم، فقط با اسمش فعلا آشنا بشو و بدون که این از اینجا میره پشت ساعد قرار میگیره. و میرم سراغ شاخه بعدیش. شاخه بعدیش رو که میبینم بهش میگم شاخه سطحی یا سوپرفیشیال برانچ عصب رادیال. این اسلاید رو میشناسم، این عضله رو میشناسم، این الان عضله برکیو رادیالیسه. عصب رادیال همینجا اومده، دو شاخه شده. این شاخه سطحیش رو من بخوام ببینم تو دل عضله برکیو رادیالیسه، این شکلی باید یه نمه اینو بلندش کنم، میبینم این عصب سطحی، شاخه سطحی عصب رادیال همین مسیر رو داره طی میکنه، میادش پایین. تا کجا میادش پایین؟ من نگاه میکنم
میگم دو سوم ساعد رو حرکت میکنه میادش پایین، تو یک سوم دیستال ساعد که رسید دیپفاسیا رو سوراخ میکنه. اینجا که سوراخ کرد دیپفاسیا رو، میره زیر فاسیای سطحی قرار میگیره، میره تو دل فاسیای سطحی و طی مسیر میکنه و در انتهای مسیرش، نگاه کن من نقطه چین برات نشون دادم، میخوام بهت بگم که این از اینجای مسیر به بعد دیگه میره پشت دست قرار میگیره. و اما مجاورتش رو نگاه کنم با شریان، این شاخهی که داریم میبینی شاخه سطحی عصب رادیال هست، تو مسیرش همونجور که داریم میبینی در کنار شریان رادیال قرار گرفته، این دوتا در کنار همن و روی اینها اینجا اینجوری چی پوشیده؟ عضله براکیو رادیالیس اومده اینجا و در این ناحیه قرار گرفته. این مسیری رو که این شاخه سطحی داره میکشه و میادش به سمت پایین، میره تو دل عضله براکیو رادیالیس. طی مسیر میکنه تا کجا؟ تا یک سوم دیستال ساعد که میرسه، تا این قسمت مسیر زیر عضله است و زیر دیفاسیا است. به یک سوم دیستال ساعد که میرسه، اینجا فاسیای عمقی رو سوراخ میکنه، دیفاسیا رو سوراخ میکنه. وقتی سوراخ میکنه یک کمی حرکت میکنه میاد پایین، بعد میره پشت دست. نگاه کنید من اینجا نقطه چین برات نشون دادم، یعنی اینجا دیگه دور میزنه و میره پوستریور ساید دست قرار میگیره. و اما تو همین مسیر که من دارم اینجا الان شریانه رو نگاه میکنم، میبینم تو این مسیر ببخشید عصب رو نگاه میکنم، تو این مسیر این عصب در کنار یک شریان هم هست. این شریانی که میبینیم همین شریانه، شریان رادیال هست، میگیم شریان رادیال تو مسیرش در کنار از شاخه سطحی عصب رادیال قرار گرفته و دوتاش رو ما با هم دیگه داریم میبینیم، همینجا دارید میبینیدش و تا هم تو اون اسلایدی که گذشت اون رو دیدیم. عصب بعدی که در قدام ساعد باید ببینم عصب مدین هست. نگاه کنید اینجا الان حفره کوبیتال شریان براکیال رو دارم، مدیال سایدش چه چیزی رو دارم؟ عصب مدین رو دارم. این هم همون عصب مدینیه که داره میادش به سمت پایین. و اما عصب مدین رو وقتی در قدام ساعد نگاش میکنم، میبینم همون بالای کارش ازش یک شاخه گرفتم به نام شاخه انتریور اینتر اوسئوس. با این شاخه آشنا شدم، این همون شاخه انتریور اینتر اوسئوس هستش. و اما عصب مدین رو یه دور دیگه همینجا نگاش میکنم، میبینم عصب مدین تو مسیرش که داره میاد پایین، ابتدای کارش نگاه این شریان اولناره، مدیال ساید شریان اولنار قرار گرفته، ولی بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ از روی شریان اولنار کجا؟ اینجا الان حفره کوبیتال رو دارم، اینجا آرنج رو دارم، 2.5 سانتی پایین تر از چین آرنج تقریبا این اتفاق میفته و این میاد از روی شریان اولنار حرکت میکنه و میاد لترال سایدش قرار میگیره. اگر ما بیایم و دو عصبی رو که قبلا در موردش صحبت کردیم با شریانهاش نگاه کنیم و با این شریان با این اسلاید مقایسه کنیم، میبینیم که اینجا الان دارم شریان اولنار رو میبینم، این عصب اولناره. عصب اولنار در ابتدای مسیرش نسبت به شریان اولنار نگاه کن فاصلهش زیاده، ولی اون چیزی که نزدیک شریان اولنار قرار گرفته در ابتدای مسیر چه چیزیه؟ اینجا باید چه چیزی رو میداشتم؟ عصب مدین که من رو این اسلاید نذاشتمش، ولی در انتهای مسیرش نگاه کنید عصب اولنار میاد به شریان اولنار نزدیک میشه. عصب مدین تو مسیرش که داره میاد پایین به عضلات ناحیه کمپارتمان قدامی همون فلکسورهایی که دیدیم نرو میده و در انتهای مسیرش هم نگاه کنید همونه، همونطور که داریم میبینیم از زیر فلکسور رتینا کولوم رد میشه. ولی
دقیقا قبل از این که از فلکسور رتیناکولوم رد شه ازش یک شاخه میگیرم. این شاخه‌ای که ازش میگیرم رو نام میدم، بهش میگم شاخه پالمار کوتانئوس عصب مدیان. و اما شاخه پالمار کوتانئوس عصب مدیان کجا داره میره؟ همونطور که داریم میبینیم، یک، اولا از روی فلکسور رتیناکولوم رد میشه. الان این سلاید رو نگاه کنید، این همون شاخه عصب مدیان هست و این هم شاخه ای هستش که شاخه پالمار کوتانئوسشه که از روی فلکسور رتیناکولوم رد شده. و بعد از اینکه رد میشه میاد کجا؟ میاد در ناحیه تنار قرار میگیره. اگه ما بخوایم این ناحیه ما نروش رو بررسی کنیم، میگیم نرو لترال ساید کف دست، قسمت اعظمش کف دست رو همین شاخه پالمار کوتانئوس عصب مدیان. و این یکی از روش‌های تست عصب مدیانه که ببینن اصلا آیا اگر عصب مدیان آسیب دیده، آیا توی تونل آسیب دیده یا قبل از تونل آسیب دیده. اگر داخل تونل آسیب دیده باشه، حس ناحیه مدیال لترال ساید کف دست غیر فعال نمیشه، از بین نمیره. ولی حالا میریم جلوتر میبینیم اون چیزایی که عصب مدیان بعد از عبورش از تونل کارپال میره و نرویشنش رو انجام میده، اون قسمت ها هستند که عصب دهیشون رو حالا میخواد حرکتی باشه، میخواد حسی باشه، از دست میده. حالا یه دور دیگه تو همین اسلاید من میخوام اینجا فلکسور رتیناکولوم رو داریم میبینیم و میایم عناصر روی فلکسور رتیناکولوم رو از مدیال به لترال ردیفش میکنیم با هم دیگه. از مدیال به لترال بخوام نگاه کنم، اول عصب اولنار رو میبینم اینجا، این عصب اولنار هستش. بعد از اون شریان اولنار رو میبینم روش. بعد از اون شاخه پالمار کوتانئوس عصب اولنار رو میبینم. و بعد از اون باید من این همین عضله پالماریس لونگوس هستش که تاندونش اومده اینجا قرار گرفته، تاندون پالماریس لونگوس رو روش دارم. و در نهایت چه چیز رو میبینم؟ شاخه پالمار کوتانئوس عصب مدیان رو میبینم. اگر من این شکل رو این شکلی برش گردونم و بخوام بیام رو این شکل این رو کاملش کنم، باز هم این همین میشه، از داخل به خارج عناصری که رو سقف تونل کارپال هستند و روی فلکسور رتیناکولوم هستند رو دارم میبینم، که به ترتیب عصب اولنار، شریان اولنار، اینجا شریان رو نگاه کن داخلش خالی نشون داده، چرا؟ چون یه لومنه، یه لوله است. بعد شاخه پالمار کوتانئوس عصب اولنار، تاندون پالماریس لونگوس و شاخه پالمار کوتانئوس عصب مدیان رو دارم میبینم. پس محدوده ی تونل کارپال، فلکسور رتیناکولوم و هر چی تو این اسلاید بود رو با هم دیگه کاملش کردیم.